با تشکر از اسد عزیز رفقا وقت کم داریم و سخنران زیاد و تا ساعت دو هم ما اجازه اینجا رو بیشتر نداریم لطف کنید همونطور که اول گفتم بین 3 تا 5 دقیقه صحبت یا بحثتون رو جمع جور کنید ما متاسفانه دیر جنبیدیم و نتونستیم یه قطعنامه مشترکی از مجموعه جریاناتی که اینجا هستن جور کنیم ولی یه قطعنامه پیشنهادی بوده به شهر کل یعنی امروز که ما اینجا هستیم گفتم نزدیک 10 شهر دیگه هم هست قطعنامه پیشنهادی که به شهر کل داده شده رو من اینجا میخونم که حداقل تو جریان باشید بعدا اگر خواستید میتونید شما هم حمایتتون اعلام کنید قطعنامه حکومت جنایتکار اسلامی به موازات تحمیل فقر و فلاکت و بیحقوقی به اکثریت مردم ایران حملات فاشیستی و سازمان یافته خود را علیه پناهجویان و پناهندگان و مهاجرین افغانستانی در ایران تشدید کرده است ما شرکت کنندگان در میتینگ 14 جولای در شهر کلن آلمان این پیشنهاد اونجاست ضمن محکوم کردن اعمال فاشیستی جمهوری اسلامی اعلام میکنیم که 1 مهاجرین افغانستانی بخشی از جامعه ایران هستند و باید از حق اقامت، کار، آموزش، زندگی مشترک و ازدواج و همه حقوق شهروندی برخوردار باشند 2 به اخراج مهاجرین افغانستانی و ایجاد محدودیت علیه افغانستانی ها باید فوراً پایان داده شود 3 خسارت های وارد آمده بر مهاجرین افغانی در یزد و شیراز و در سراسر کشور باید به آنها پرداخت شود 4 تبلیغات ضد افغانستانی و فضاسازی و حکومت و رسانه های جمعی علیه مهاجرین افغان یک سیاست فاشیستی است و باید ممنوع شود 5 جمهوری اسلامی را به خاطر جنایاتش علیه شهروندان افغانستانی شدیداً محکوم میکنیم 6 مردم آزادی خواه در ایران و سراسر جهان را فرا میخوانیم که با همبستگی و اتحاد با مهاجرین افغانستانی سیاست ضد انسانی و فاشیستی جمهوری اسلامی را در هم شکنند نابود باد حکومت فاشیست جمهوری اسلامی با تشکر این قطعنامه بود که پیشنهاد شده بود به تجمع مردم کل من سخنران بعدی را معرفی میکنم علامی. سخنران بعدیمون رفیقمون امیر ماهان هست از شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علامی و خدمت شما با سلام و تشکر از همه کسایی که امروز اینجا شرکت کردن من امیر ماهان از طرف شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران از سیامک ستوده و از تمام سازمان ها و تشکیلاتی که برای این گرد همایی امروز اینجا و توی کشورهای دیگه فراخوان دادن تشکر میکنم و همچنین همدلی و همدردیمون رو با تمام خواهرها و برادرای افغانیمون توی ایران که قربانی جنایات رژیم جمهوری اسلامی شدن اعلام میکنم و همچنین پشتیبانی خودمون رو در حق شهروندی بی قید شرط همه افغان ها در ایران اعلام میکنم من به نظر من تمام افغان هایی که در ایران زندگی میکنن جزو طبقه کارگر ایران هستن همینجوری که میدونین افغان ها در ایران حق مالکیت ندارن فرزندان افغان ها در ایران حق تحصیل و حق مدرسه رفتن ندارن موقعی که جاهای دیگه طبقه کارگر داره مبارزه میکنه برای حق سندیکا و حق تشکل در ایران افغان ها طبقه کارگر که هستن برای حق حیات باید مبارزه کنن و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یک حرکت سازمان یافته شده داره در سرکوب هم کارگرای ایرانی و هم همه کارگران افغانی و شاید بازم دنبال منبع هست برای دستمزد پایین‌تر پیدا کردن برای کارشه من وقت شما رو نمیگیرم و به همه خواهران و برادرهای افغان درود میفرستم ما بهشون تسلیت میگم و اعلام میکنم که ما هم باهاشون هستیم و چه برای افغان ها و چه برای ایران تنها مشکلی که من فکر سرنگونی جمهوری اسلامیه که هم مشکل افغان های مهاجر و هم همه مردم ایران رو حل میکنه Done with Islamic
Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Watch out.